درود به همه همراهان خوب کانال برانداز. چند ماهی میشه که یکی از کارهای هر روز ارزشی ها پاک کردن شعارهای مردم ایران از روی دیوار هاست. یکی از ویژگی های مشترک همه ارزشی ها هم برخوردار بودن از بهره هوشی پایینه، چون کسی که بهره هوشی بالایی داشته باشه به این راحتی شستشوی مغزی نمیشه. یکی از همین ارزشی ها رفته و شعار مرگ بر خامنه قاتل رو به درود بر خامنه قاتل تغییر داده. یعنی حتی خودشون هم میدونن که خامنه ای قاتله و هیچ بحثی در این مورد نیست. فقط چون مغزشون شست و شوداده شده میگن خامنه ای ولی فقیهه و حتی اگه قاتل باشه باید بهش درود بفرست. بگذاریم. فعلا مهمترین چیزی که وجود داره تلاش خامنه ای برای اعدام مجاهد کورکور برای تبرئه کردن خودش از اتهام قتل کیان پیرفلکه. جمهوری اسلامی همه تلاششو کرده تا از آب گلالود قتل بیرحمانه کیان پیرفلک ماهی بگیره و این قتل رو بندازه گردن معترضین، اما برای انجام این کار یه حریف سرسخت و قدر داشته. اونم کسی نیست به جز ماه منیر یا همون زینب مولایی راد، مادر جاویدنام کیان پیرفلک، که از همون روز اول قتل فرزندش شروع به رسوا کردن خامنه ای کرد. گردنی هم که برای این طناب دارشون در نظر گرفتن گردن مجاهد کورکوره. وظیفه همه ما هم اینه که قبل از اینکه دیر بشه از مجاهد حمایت کنیم و اجازه ندیم که خامنه ای قاتل داغ یه جوون مبارز دیگر رو به دل خاک پاک ایران بذاره. در حالی که حکم اعدام مجاهد به اتهام دروغین تیراندازی به خودروی خانواده کیان صادر شده، مادر کیان امروز با انتشار عکسی از مجاهد و با کنایه به شعرهای انقلابی جمهوری اسلامی نوشت: ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته زجان در ره هدف. روزنامه همشهری هم امروز مدعی شد که مادر کیان پیرفلک متأثر از رسانه‌های زنده انقلاب و برای خونخواهی فرزندش به دامن قاتلانش پناه برده. مادر کیان هم بارها اعلام کرده که توی شهرش همه همدیگر رو میشناسن. اونا هم مجاهد رو با اصل و نسب و همه مشخصاتش به خوبی میشناسن و به خوبی میدونن که مجاهد قاتل نیست. اما امروز این عموی کیان بود که سند رسوایی خامنه ای رو کرد. رضا پیرفلک با انتشار ویدیویی از شب تیراندازی به خودروی برادرزادش یه سوال مهم از شخص خامنه ای پرسید که هرگز قادر به پاسخگویی به این سوال نخواهد بود. خلاصه چیزی که مثل روز روشنه اینه که کیان رو مزدورای خامنه ای کشتن و با اعدام مجاهد نمیتونن روی این جنایتشون ماله بکشن. اما اون افرادی که مطالعاتی در مورد دریاچه ارومیه دارن به خوبی از اهمیت فوق العاده بالای این دریاچه برای ایران باخبرن. دریاچه‌ای که نگهداری از اون باید تبدیل به مهمترین وظیفه حکومت میشد. اما جمهوری اسلامی نه تنها عرضه محافظت از این دریاچه رو نداشت، بلکه با سیاست‌های غلط عامل اصلی نابودی شد. این ویدیو هم از آخرین وضعیت این دریاچه است که تا نبینیم نمیفهمیم آخوند چه بلایی سر کشورمون آورده. امروز 19/1402 طوفان نمکی دریاچه ارومیه. اما از دیروز عکسایی از سارا خادم الشریع، استاد بزرگ شطرنج ایران، در کنار فلورنتینو پرز رئیس و روبرتو کارلوس اسطوره برزیلی باشگاه رئال مادرید منتشر شده که خیلی مورد توجه قرار گرفته. ماجرای این عکس اینه که خانم خادم الشریع بعد از ملاقاتی که 3 ماه قبل با نخست وزیر اسپانیا داشت، به دعوت فلورنتینو پرز این هفته برای تماشای بازی رئال مادرید به همراه همسرش به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو رفته بود. پرز بعد از بازی یه شطرنج چوبی به خانم خادم الشریع هدیه داد و این شطرنج باز ایرانی عکسی هم با روبرتو کارلوس به یادگار گرفت. اما قدر و عزتی که خانم خادم الشریع در جهان داره رو مقایسه کنیم با وضعیت نماینده های جمهوری اسلامی در جهان که هر روز به یه طریقی به لجن کشیده میشن.
خانواده های کارمندان و مزدورای سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش رفته بودند به یه رستوران تا هات‌داگ گوشت خوک بخورن که شکار یکی از آزادیخواهان ایرانی شدند. به رفتار دختری که لباس قرمز پوشیده وقتی که میفهمه دارن ازش فیلم برداری میکنن خوب دقت کنید و در موردش یه جمله بنویسید. الو یا الو وزیزی نگران نباشید، اصلا نترسید. عوامل جمهوری اسلامی در اتریش شما سعی شدید جدیدن هم که صدا و سیما از آخوندهای آبشندار داره رونمایی میکنه، آخوندهایی که به جز فضولی کردن توی زندگی مردم و کردن خون ملت ایران توی شیشه استنداپ کمدی هم بلدن. اصلا برسانه به بنده میگن آخوند چینی. حالا من یه چیزی هم جالب عرض کنم خدمتتون که بدونین در زبان چینی همه لغت‌ها عوض میشن. مثلا چینی‌ها نمیگن اینجا چینه، میگن اینجا جونگوا است. چینا میگن جونگوا، آلمان دگوا، فرانسه فگوا. اسم‌ها عوض میشه اما این اسم آخوند در زبان چینی میشه آخوند. آخوند هیچ جا عوض نمیشه آقا. بعد مثلا من یه دیدی داشتم که آره تو چینم مثلا کشور کمونیستی تعداد مسلمونی باشه و اینا، اما بعد این که رفتم دیدم بابا اصلا اینجا مسلمون‌هاش یه حال هوای دیگه ای داره. لما کلمی دورا گر نبی خدا سرور مردان علی شاسلام لیک، همینطوری اینو میخوندن. وسطش فارسی بود. منم همینطور مثل شما آقا زوم کردم. من اهل کلیبرم و ترک هستم دیگه، زبان مادری ما ترکیه. اونجا چین اویغور داره، اویغورها گویشی از زبان ترکیه. گوش دادم ببینم اویغوریه، دیدم اویغوری نیست، چینی هم نیست. موندم خدایا این چیه؟ بعد یه ذره دقت کردم مثل شما، گفتم انگار یه کلمات فارسی داره. بعد گفتم اینو از کجا میخونی؟ اون دو کتابه رو گرفتم دیدم کتاب اینه. حالا شما خودتون از اینجا اگه بخواین از این قسمت بخونید. شاه سلامون علیکم، نور سلام. ولایت تویی شاه سلامون علیک، شمع هدایت تویی شاه سلامون علیک. ببینید اعراب گذاری هم کردن. بعد این اشعار رو، این اشعار مال ابوالقاسم انواره که در مورد حضرت علی علیه السلام میخونه، این اشعار رو اینطوری تو داخل کتاب دعا گذاشتن، اعراب گذاری هم کردن و فکر میکنن دعاست و میخونن.